این روزها کارشناس های اقتصادی و حکومتی مرتبا هشدار میدن و اعلام خطر میکنن و ابراز نگرانی میکنن که سال 1402 سالی بسیار بحرانی برای رژیم خواهد بود این هشدار برای چیه و منظور این کارشناسان رژیمی <applause> از بحران پیش رو چی هست همراه میشیم با بهمن کامیاب تا کمی بیشتر ازشون بشنویم و به سوالات ما پاسخ بدن با سلام به شما آقا کامیاب و تشکر از حضورتون در برنامه امروز ما سلام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران آزادی بله بسیار عالی آقای کامیاب سوال اولم اینه که دلیل این هشدارهایی که در ابتدای برنامه گفتم که کارشناس های رژیم میدن چی هست واقعیت اینه که اینا با تکه به شاخص های اقتصادی حرف رو میزنن واقع اوضاع اقتصادی طوریه که فروپاشی اقتصادی صورت گرفته خیلی از این اقتصادونا از پیش رو بودن ابر تورم حرف میزنن اگرچه خود رژیم تورم رو حدود 50 درصد اعلام کرده اما اما به طور واقعی خیلی بیشتر از اینه بعضی از اقتصاددانا گفتن تورم حداقل بین 60 و 70 درصده بهتر همین موضوع رو از نگاه کارشناس اقتصادی بگم به گفته کارشناس اقتصادی در اسفن ماه گذشته بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه رو 67 درصد اعلام کرده البته تورم در بعضی اقلام مثل مواد خوراکی 70 تا 80 درصده و در بعضی اقلام و خدمات مثل مسکن به 200 درصد میرسه راخور گفته بود که از سال 72 تا 400 یعنی توی فاصله 28 ساله نرخ مسکن بنا به آمارهای رسمی و خود رژیم 450 برابر شده اما خودش گفته بود که این آمار حداقلیه و قیمت مسکن طی همین مدت 650 برابر شده در حالی که شما میبینید که دستمزدها نسبت به افزایش قیمت قیمت مسکن اصلا قابل گفتن نیست نگاه کنید امسال رژیم دستمزد کارگرا رو 27 درصد افزایش داده در حالی که تورم بنا به گفته خود رژیم 50 درصد و برای گفته کارشناس های رژیم بیشتر از 60 درصده با این وضع میشه تصور کرد که کارگرا و حقوق بگیرا که تازه اگر حقوقی به اونا پرداخت بشه نسبت به سال گذشته حداقل 50 درصد شاید هم بیشتر فقیرتر شدن شاخص این پیش بینی هم اینه که کارگرا ابتدای سال 401 حقوقی که میگرفتن معادل 253 دلار بود اما تو پایان سال به دلیل کاهش ارز پول رسمی که شاخصش هم افزایش نرخ دلاره این رقم نصف شده یعنی حقوقی که کارگرا در آخر سال 401 میگرفتن 122 دلار بود از اینجا میشه پیش بینی کرد که وضعیت کارگرا تو سال 402 چه جوری میشه تازه سال 401 اونطور که ادعا میکردن کارگرا 57 درصد افزایش دستموز داشتن در حالی که الان 80 درصد از مردم ایران زیر خط فقرن و بیش از نیمی از این تعدادم زیر فقر مطلق هستن بره. یعنی کسایی که حتی نون برای خوردن پیدا نمی بله حالا این کارشناسی که خود رژیم انجام داده که بر اساس شرایط خود ایران هم هست توسط صندوق بینالمللی پول بوده و ارگانهای مالیش و اقتصادی انجام شده چطوری اصلا وارد این ارزیابی شدن و بر اساس چه شواهد و مطالعات این ارزیابی انجام شده <متصال> <تصال> بله این وضعیت رو میتونم از گزارش اخیر صندوق بین المللی پول توی روز سهشنبه 22 فروردین 402 داده خدمتتون بگم صندوق بین المللی پول میگه رشد اقتصادی حکومت ایران در سال 402 رو به کاهشه و در همین حال بدهی های دولت رو به افزایشه به گفته این صندوق انتظار میره تو سال جاری منظور سال جاری میلادی رشد اقتصادی حکومت ایران کاهش و بدهی های خالص دولت تو سال جاری هزار تریلیون تومن افزایش داشته همین گزارش میگه رشد اقتصادی حکومت ایران از متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی توی سالی که گذشته کمتر بوده و در سال جاری هم این رقم پایین تر خواهد اومد یا بنا گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم تازه منتشر کرده حد فاصله سالهای 1190 تا 98 درآمد سرانه شهروندان ایرانی حداقل حداقل 35 درصد کاهش داشته و در ابتدای سال 99 تولید ناخالص داخلی برای سومین سال پیاپه کمترم شده بله تو چنین وضعیت ایران ایران تحت حاکمیت ولایت فقی در کنار 7 کشور از 205 کشور جهان قرار گرفته که تولید ناخالص داخلیشون کمتر از سال پیش شده نتایج این وضعیت سامون اقتصادی خودش رو تو چی نشون میده؟ در بستر پدیده های مختلفی چون اعتراضات اخشار مختلف چون که اعتراضات اخشار مختلف جامعه ایران به طور ثابت به موزیک متن رفتار اقتصادی شهروندان ایران و علیه رژیم تبدیل شد بله الان سوال آخرم اتفاقا در مورد همین موضوع یک مقداری از این هشدارهایی که این کارشناسای رژیم الان دارن میدن خب میشه فهمید که سر چی هست و اصلا درباره چی به خود رژیم و مشخصا هم به خامنه ای الان سرش هشدار و زنگ خطر را به صدا در میاره ولی میخواستم بپرسم که اساسا این حرفهایی که دارن میزنن و این هشداری که میدنن روی چه موضوعی متمرکز هست در رژیم بله خوب همین موضوع رو باز کنیم واقعیت اینه که در حال حاضر خیلی از خانواده ها حتی یک وعده غذا هم برای خوردن ندارن از غذا هم که صحبت میکنیم غذای حداقلیه وقتی سردمدارای رژیم مثل غالیباف میگن میگن چی میگن؟ میگن که خرید نون در خیلی جاها قسطی شده میشه تصور کرد که مردم به چه ترتیب دارن روزگار میگذرونن ببینید وضعیت فقر مردم طوریه که خامنه ای گلپایگانی دفتر خودش فرستاده تا با عوام فریبی تبلیغ کنه که خامنه ای خیلی ساده زندگی میکنه چون که در خبرگزاری فارس هم اومده گلپایگانی ضمن شرح مفصلی از ساده زیستی خامنه ای و اینکه چیزی از مال دنیا نداره تلاش کرد نوعی همگونی بین زندگی خامنه ای با زندگی مردم ایجاد کنه امری که به نظر کارشناسا چیزی جز فاصله هولناک فاصله هولناک و شکاف بین حاکمان و مردم نیست بله ثروت خامنه ای که بر کسی پوشیده نیست و این نوع وارونگویی علامت شکست این رژیم در حل بحران سرنگونیه بنابراین بنابر اعتراف آشکار برخی اقتصاددانا و رسانه های حکومتی بیش از نیمی از جمعیت 85 میلیونی کشور در حال حاضر زیر خط فقر به سر میبرند این موضوع چیز پنهانی نیست چنانکه علی ربیعی با اشاره به گسترش روزافسون فقر مطلق در کشور گفته گفته طبقه متوسط در ایران سقوط کرده و کشور با یک فقر گسترده وارد سال جدید شده و وضعیت فعلی فقر در کشور با توجه به تاباوری جامعه قابل تحمل نیست که این میتونه عامل بحرانزا باشه وضعیت به اندازه ای بحرانیه که راقفر یکی از کارشناسای حکومتی پیش بینی میکنه که سال 1402 در ماه سوم یا چهارم یعنی خرداد و تیر باید در انتظار یک انفجار اجتماعی خیلی بیشتر و مهیبتر از اونچه که تو سال 401 شاهدش بودیم باشیم بله علت هشدارای کارشناسای حکومتی به دولت رئیسی به خاطر اینه که جامعه ای که هفت ماه از قیام از قیام رو پشت سر گذاشته هرچند با سرکوب و دستگیری و اعدام توسط خامنه فروکش داشته و این هم در هر قیامی و انقلابی طبیعیه اما به دلیل به همون دلایلی که کارشناسا کارشناسا هشدار میدن شاهد انفجار اجتماعی بزرگتر و رادیکالتر از قیامی که در شهریور 401 شروع شد خواهیم بود و برای رژیم هیچ گریزی از سرنگونی نخواهد بود بله خیلی ممنون آقای کامیاب و تشکر از اینکه امروز در برنامه ای ما شرکت داشتید. خواهش می‌کنم منم ممنونم از این فرصتی که به من دادی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.